الله الحمد لله الله سبحان الله. الله, سبحان الله. الله سبحان الله الله حمد لله 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 الله سبحان الله الله حمدا لله بسم الله الرحمن الرحيم وبهين نستعين انه خير و ناصر ومؤين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان نروم از سر کویت چه به خداییت قسم برتر از آنی که برانی به تو معنوسم و یک دم ز تو معیوس نگردم چه به عرشم بکشانی چه به خاکم بنشانی به نوازی به گدازی تو حکیمی تو بسیری بکوشی زنده کنی مسلحت از توست تو دانی من بیچاره به غفلت ز تو هر سو بگریزم تو کرامت کنی و باز به سویت بکشانی که مرا میدهد از لطف پناهی تو پناهی که تواند گره از من بگشاید تو توانی که تواند گره از من بگشاید تو توانی سلام و عرض ادب داریم خدمت یکایک یک شما بینندگان خوب برنامه به وقت بیداری از شبکه جهانی هادی تیوی از شهر مقدس نجف اشرف جوار بارگاه ملکوتی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه و سلام امیدوارم هر جایی که هستین خوب و خوش و صحتمند باشین و همیشه لباس عافیت داشته باشین تاعت و عبادات شما انشالله که مقبول درگاه احدیت باشد بینندگان عزیز شما بیننده برنامه به وقت بیداری هستین به طور زنده و مستقیم از شهر مقدس نجف اشرف با موضوع شر و تفسیر دعای کمیل با احترام و افتخار در محضر جناب استاد سید مرتضای متحری هستیم سلام علیکم جناب استاد خیلی خوش علیکم و رحمت الله و علی سلام و دارم خدمت شما و بینندگان محترم و همیشه این دستن در کاران شبکه خوب هادی تیوی از خداوند تبارک و تعالی می خواهم به آقروی حضرت امیر علیه و سلام و خوبان این درگاهش به همه ما همه مؤمن توفیق بندگی و کسب معارف دین و عملی به آن و نشر آن را عنایت کند و انشاالله همه مؤمنین و خصوصا بینندگان محترم در فناه پروردگار عالم به در امنیت کامل و صحت و سلامتی به سر ببرد ان الله در خدمت شما هست. سلامت باشین خیلی متشکرم جناب استاد جناب استاد در هفته گذشته صحبت نمودین در مورد صفات ناپسند برای ما توضیح کامل در مورد صفات ناپسند نهایت فرمودین و در این جلسه وارد بحث میشیم که چه صفتهای باعث میشه که اعمال انسان قبول نشه؟ <تبعك> اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله واللعن الدائم على أعدائه مجمعين واللعن الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رسيدم در تقريبا فراز هاي وبأخير دعاي كوميل حضرت أمي صلوات الله عليه این فرازها دعا می کند پروردگارا از تو می از توی که قدرت داری و قادر هستی از الو که بالقدرتی التي قدرتها خودت و اندازه گیری می و حکمی که تو قادر بر اجرای آن هستی و حتمیه بعد انتهب لی فی هاده اللیل و فی هاده الساعه خدای در شب جمعه و در این ساعت برای من ببخش کل جرم اجرم تو هر چه جرم را من مرتکب شدم و کل ذنب از نبتو هر چه گناه کردم و کل قبیح اصرار تو و هر کار زشتی که در از پنهانی از من سر است و کل جهل نعمل تو هر نادانی که کردم کتمته او اعلنته اخفیته او اظهرته حالا چی در نهان بوده نهانی و سری بوده چه آشکار و علنی بوده خدا اینا را از تو میخواهم در این شب رحمت برایم ببخش بعد حضرت میفرماید که و کل سیئت امرت به اثبات هل کرام الکاتبین و هر گناهی که انجام دادم که تو امر کردی کرام الکاتبین او را ثبت کنه که مراد از کرام الکاتبین همون دو تا فرشته الهی است که رقیب و عتید همیشه همراه انسان هست که راجع به این توضیحات برای بینندگان محترم در جلسه قبلی داده بودیم کرام الکاتبین که الذین وکلتهم بحفظ ما یکونو منی خدای تو اونها را مأموریت دادی و خود ساختی که هر چی که من انجام میدم اونا حفظ کنن اونا نوشته کنن اونا به تو گزارش بده ثبت کنن و جعلتهم شهودا علی مع جوارحی و تو آنها را شاهدان بر اعمال ما قرار دادی البته با جوارح من همونطوری که اعضا و جوارح را به عنوان شاهد برای ما قرار دادی. به شهود قرار دادی که ما راجع به اینم توضیحاتی دادیم در جلسه قبل که شش هفت تا شاهد وجود داره فردای قیامت خدا شاهد قرآن کریم می فرماید ان الله علی کل شهید و کان الله به کلش شیء شهیدا مثلا آیات متعدد پیغمبر شاهده و جئنا علی على شهیدا امام شاهد است زمان شاهده مکان شاهده اعضا و جوارح انسان شاهده عم خود عمل نفس عمل شاهده اینها شهود است که فردای قیامت علیه انسان یا به نفع انسان یا به انسان شهادت میده لذا حضرت امیر صلوات الله علیه میفرماید که فرشته هایی را که مأمورینی که تو گماشتی به عنوان شاهدان بر اعمال من با جواره هم و کنت انت رقیب علی من ورائهم و علاوه بر این خودت هم ناظر بر اعمال ما بودی هم انهار به عنوان شهود قرار, بودی، قرار داده بودی و هم خودت ناظر و رقیب بر اعمال ما و کنت انت رقیب تو هم مراقب ما بودی من ورائهم و شاهد لما خفیه عنهم و تو شاهد بودی مر اون اعمالی که از آنها پنهان بود یعنی بعض از امورات هست که حتی فرشته های فرشته های رقیب و عتید یا اونی که مأمور ثبت اعمال انسان هم نمیدانه که البته بزرگان گفتن اون عبارت است از نیات انسان قصد انسان که اونها فقط این دو تا فرشته مأموره که اعمال انسانی که انجام میده از اعضا و جوارح انسان سر میزنه بنویسه اگر خوب انجام میده هم نوشته میشه اگر بد انجام میده اون دیگری مینویسه به نام عتید ولی از قصد انسان و نیات انسان آگاهی ندارد و مراد از اینه که حضرت امیر در این دعا میفرماید و شاهد لما ما خفی عنهم خدای تو شاهدی بر بودی و شاهدی بر اعمالی که بر اعمال ما اون اعمالی که یا اون چیزهایی که از آنها پنهان کرده بودی یا آنها نمیدانستن بعد حضرت میفرماید و که اخفیت و تو برحمتت آنها را مخفی کردی یعنی اظهار نکردی نیت ما را قصدی که داریم برای آنها اظهار نکردی که آبروی ما بره چرا؟ چون چی بسا بعض اوقات انسان یک نیتی بدی دارد یک قصد بدی داره ولی خب زمینه ای می میشه خدا توفیق میده که این مطابق قبل از این که بره عمل بکنه این نیتش را جامعه عمل بپوشانه برمیگرده این کار انجام نمیده اینجور مرتکب نمیشه لذا فرشته های رقیب و عتید یا اون دوتا ملکی که بین رقیب و عتید هست آنها نمیداند که ما مثلا چه قصد هایی داشتیم از نیتی بدی ما آگاه نبوده لذا آبروی ما پیش او محفوظه به خاطر همین حضرت میفرماید و به رحمتی که اخفیت تو این نیت بد ما این قصد گناهی که داشتیم این رو پنهان کردی از اونها و به فضل که سترت و به بزرگواریت اینها رو پوشاندی مسئول کردی ما بادا آبروی ما بره که این نیتش چقدر نیتی بدی بوده یا چه نیتی پلیدی داشته ای مثلا قصد بدی داشته و تعبیر باطنی بسیار زشت و آلوده داشته که آبروی ما رو خدا پیش فرشته‌ها ببینید در اینجا در واقع حضرت امیر صلوات الله علیه میخواد اینه بیان کنه که بعضی از صفات و ویژگی در درون انسان هست یا بعضی خصوصیات در درون انسان هست که در صعود انسان و در سقوط انسان مؤثره بعضی ویژگی ها و صفات هایی هست که انسان را بالا میبره کمک میکنه مثلا بعضی به و بعض صفات های خوب کمک بعضی صفات های بد انسان را مانع از حرکتش میشه مانع قبولی اعمالش میشه لذا در اینجا حضرت اشاره ای داره که بعضی خود تو پوشانده تا جامعه عمل ما نپوشاندیم تو از نیت ما و قصد ما کسی دیگر رو آگاه نکردی حالا یک روایت است از نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله که حضرت می به معاص ببین این روایت بسیار روایت مهمه و بس بسیار روایت حساسه و باید همه ما و بینندگان محترم خصوصا دقت کنیم که وجود من را قلوب من را روح من را با این گناه ها آلوده نکنیم با این صفات بد آلوده نکنیم اگر خدای نکرده اینا در وجود ما هست از خدا بخواهیم با توبه و استغفار با دعا و مناجات اینها رو خدا از وجود ما ریشه‌کن کنیم. به تعبیر یک از بزرگان ما خیلی وقت از خدا هی می‌خوایم طلب می‌کنیم خدای به ما بده به ما بده به ما بده فلان چه فلان ولی ما نیاز ما بیشتر است به این که دعا کنیم خدای از ما بگیر تا که دعا کنیم خدای به ما بده از ما بگیر خدایا صفات بعد از ما بگیر کبر را بگیر حسد را بگیر حب دنیا را بگیر عجب را بگیر الا آخر غرور رو بگیر تکبر رو بگیر بد اخلاقی رو بگیر رضایل اخلاقی و فساد رو بگیر غذبهای شیطانی رو بگیر اینها در واقع ما بیشتر نیاز داریم که اینها از وجود ما به تعبیر دیگر ما به تخلیه کردن به تزکیه به صفاکاری و جاروب کردن بیشتر احتیاج داریم تا اینکه به تحلیه و زیباسازی ما احتیاج داشته باشیم مثلا مثل ظرفی که اول ما از خدا بخوایم که ظرفی که به ما داده ظرف پاک کنیم ظرفی که داخلش چرکه کسافاته ها چیزهای بده اول ما بخوایم که ظرف پاک و تا این ظرف رو دوباره ما بخوایم تمیزش کنیم رنگ مالیش کنیم از این ظرف استفاده کنیم از حضرت میفرماید که یا ما خدا قبل از این که آسمان من مضمون روایت رو سریع عرض میکنم حضرت میفرماید که یا خداوند قبل از این که آسمان و زمین رو خلق کند ملائکه هایی را آفریدن هفت تا ملک را آفریدن هفت تا فرشته را خلق کردند و آنها را دربان و نگهبان آسمان های هفتگانه قرار دادند دقت کنید قبل از اینکه آسمان و زمین خلق بشه مخلوقاتی اینها را پوستایش وظیف مشخص شده بوده یعنی بعد از اون خداوند تبارک و تعالی وقتی آسمان خلق میکنه این وظایف شماست بعد حضرت میفرماید که فرشته هایی که مأموری بردن اعمال انسان به سمت خداست به بالاست به با آسمان هاست به ملای اعلا میگه اینها اعمال یک مؤمن رو میگیره با خوشحالی که اعمال منوره و مثلا نماز و روزه اینا میبره میرسه به ورودی آسمان اول وقتی میرسد میخواد از این آسمان رد بشه ببره بالا فرشته ای که آسمان اوله میگه برگردید با این عمل به صورت صاحبش بزنید به پشت صاحبش بزنید تعبیر روایت اینه من مأمورم کسی که غیبت یک مؤمن را بکند من مأمورم اجازه ندم اعمال او از این مسیر بالا بره یا از این در وارد بشه بره به درهای بعدی برسه به تعبیر دیگر یکی از صفات ناپسندی که موجب میشود اعمال انسان نابود بشه غیبت کردن مؤمنه غیبت چیه؟ غیبت یعنی اظهار چیزهای بدی یک مؤمنی که انجام داده ولی خب خدا پوشانده ای را ما نبیده میگه که خب وقتی اعمال فلانی آدمی بدیه فلانی مثلا آدم بخیلیه فلانی آدم بس شبیه بدی مردم رو میگه بعد خودش میکراه داره دوست نداره که رازش فاش بشه خب فلانی غیبت نکن میگه خب ایشون کار کرده همینطوری است پیش خودش هم میگم این دلیل نمیشه که غیبت نشود حتی در روایت داریم مگه بگه من پیش خودش هم میگم بازم غیبت حساب میشه پیش خودش گناهی غیبت نوشته میشه توجه داریم؟ لذا اگر انجام داده بود غیبته اگر انجام نداده باشه تهمت میشه سه تا گناه دارن هم دروغه هم غیبت هم افترا هر سه تا از گناهان کبیره <applause> بله ما در روایت داریم که آیه صریح قرآن خداوند کریم میفرماید کسی که مؤمن را غیبت کند مثل گوشت برادر مرده خود را بخوره یک کسی بیمره دسته است بیا گوشت فلانی را بخور و این بسیار بده و از آثار غیبت اینه که یکی از اثرات غیبت اینه که اعمال خوب انسان میره به اعمال غیبت شونده گناهان او به نامه عمل ما میآید و در روز قیامت میگه نامه عملش رو باز میکنه میبینه که چی نداره خدایا من نماز خوانده بودم روزه گرفته بودم حج رفته بودم کربلا رفته بودم چیکار میگه همه یه رفت به نام عمل فلانی خب خدا من خدای گناهانی که نکردم اینا چی گناهان او به نامه عمل شما آمده این اثر غیبته و دیگری رو میاره میبینه که نامه عملش پر از خوبیه خدای من این رو انجام ندادم فلانی غیبت شما رو گفت گناهان من کو گناهان شما رو به نامه عمل ایشان ثبت کردید و یکی از بدترین گناهان و خطرناکترین گناهان گناه غیبت خیلی اصلا عادیه نماز میخوانه نماز شب میخوانه قرآن ولی براحتی غیبتی مردم رو میگه فلانی اینطوری این فلانی اینطوری فلانی اینطوری فلانی فلان خطر مرتکب شد و به نداره خدا سوال نمیکنه که چرا ای به مردم رو فاش نکردی ولی اگر فاش کردی بدبخت میشه چیزی که ربطی نداره نباید دخالت کنی حالا هر کس خطایی داره اشتباهی داره و بعضیا میگه که یک مجوز هم برای خودشان درست میکنه که ما وقتی راجع به کس حرف بزنیم میگه غیبتش نشه مثلا اینطوری ها خوب میشه اینطوری نیست که بگیم غیبت نشه و نمیشه پس اولین صفتی که نبی مکرم اسلام میفرماید باعث میشه اعمال ما حبت بشه اعمال ما بالا نره چیه؟ غیبت کردن لذا در اول دعای کمیلم میخوانیم که حضرت اونجا دعا میکنه اللهم اغفر لی از دنو بلتی تحبس و دعا خدایا گناهانی که باعث میشه دعای من بالا نره این گناهانو ببخش پس یکی از اموری که باعث حبس دعا و حبس اعمال و حبت اعمال ما میشه چیه؟ گناه غیبت و دومین بازم به حضرت میفرماید که ملک دی... ملائکه دیگر میای اعمال یک بنده دیگر میاره که اون مثلا فرض کنیم بگیم زکات و حج و چه اینا خب من مضمون سری عرض میکنم با این که هر کدام از این صفات فرشته ها اعمال خاص را میبرن میبره میرسه به آسمان دوم آسمان اول مال غیبت بود که خب این غیبت نکرد رفت به آسمان دوم میرسه می فرشته دوم میگه برگردید این اعمال رو به صورت صاحبش بزنید من مأمورم کسی که اعمال را برای خواسته های دنیوی انجام بده او اعمال ما اجازه نمیدیم که از اینجا بالا بره به سمت خدا کسی که برای زواهر و اعراض دنیا بعض کارها را انجام میده هدفش نیست که مثلا مؤمنین اعتعام میکنه هدفش نیست که اونها را برای رضای خدا بنابرای تعبیر قرآن که راجع به حضرت زهرا و ائمه معصومین و حضرت امام حسن امام حسین حضرت امیر علیه السلام میفرماید و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیر و بعد می انما نطعمکم لوجه الله ما شما برای خدا اطعام میکنیم نه مثلا اطعام میکنه که به ما رای بده مثلا برای مردم کار میکنه خدمت میکنه که فقط برای اینکه رای جمع کنه برای یه زمان کمپین انتخابات مثلا ها یا یک کار شخصی داره کارش گیره میره بعضی کارهای خیر انجام میده با طمعی که فلانی کار مر انجام بده یا میاره فلانی مدح میکنه از او توصیف میکنه تعریف میکنه که بعدا کارش به گیری کرد کار من انجام بده با اینکه خب خدمت یک مؤمن خوش اخلاقی با یک مؤمن احترام یک مؤمن خیلی خوبه از صفات خوبه ولی خب برای در صورتی که برای خدا باشه و این کار رو انجام بده خب می اعمال برای خدا نشد یا هر برای هر کاری دیگری فلانی رو اطعام میکنه چون او ما رو دعوت کرده مثلا فقط به خاطر همین نه برای رضای خدا و الا مرا مثلا فردا دعوت نمی کنه شبیه این چیزها حالا کاری که برای غیر خدا باشد برای عوارض دیگه عوارض دنیا میگه این مل... ملک میگه برگردون بیان به صورتش بله پس دومین صفت یعنی که کار ما برای چه انجام بدیم برای غیر خدا برای امورات دنیا سوم کبره نبی مکرم اسلام میفرماید گروهی از فرشته ها اعمال یک بنده ای را میگیرند خیلی خوشحال میگه این عمل میدرخ شده نور از این عمل بلنده مثل محتاب مثلا میدرخ شده اینا میبره تا میرسه به آسمان سوم وقتی مأمور یا نگهبانی آسمان سوم که از مسیر ایشان وارد میشه این اعمال میگه ببرگردید اعمال بزنید به صورت صاحبش میگه عمل که دو کبر باشه و تکبر انجام شده باشه ما ایره نمیگذاریم که از اینجا بالا بره کسی که خودش نسبت به دیگران برتر بدانند این خیلی مرض خطرناکیه اولین گناه اولین گناهی که انجام شد در عالم هستی گناه کبر است که شیطان تکبر ورزید آدم رو سجده نکرد راجع به کبر ما آیات و روایات زیادی داریم آقای موسی بن جعفر علیه السلام میفرماید یاکم والکبر والعظم فان الکبر رضا الله بر شما بود به دوری کردن از آسکه. کبر تکبر نکنید چون کبر ردا خود جامعه خداست از اوصاف پروردگار عالمه میگه هر کس که تکبر بورزد که ان ادعای خدایی کرده در ذیل روایت میگه که با خدا در منازعه پرداخته که اون ردا خدایی رو بپوشه نازع الله ردا ال رداء الربوبيه تعبير الروايه هنا کسی که اصلا به گاهی بعضی وقت بعضی علمشان سبب کبرش میشه بعضی پولشون سبب کبرش میشه بعضی جمالش سبب تکبرش میشه بعضی حالا یک امتیازاتی اینا از امورات صفات است که اعمال ما را باطل میکنه حبت میکنه و در مقابل تکبر تواضع به همون میزان که تکبر بده در آیات و روایت نهی شده به همون میزان تواضع و تاکید شده و اولین ویژگی انسانی مؤمن و بندگان خدا که خدا به خودش نسبت میده تواضع و عباد الرحمن در سوره مبارکه فرقان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و عباد الرحمن الذين یمشون على الارض هونا بنده های خدا اونایی که اولین ویژگیش که روی زمین با تواضع را میره و در سوره لقمان هم هست که لقمان به فرزندش وصیت میکنه که باید با تواضع روی زمین بگذاریم خیلی باید معدب باشیم ولا تمشی فی الارض مرحا متکبرانه و فخور راه نره. این دیگه لن تخریق الارض و لن تبلغ الجبال طولا تو نمیتونی با این تکبری که داری نمیتونی زمین رو سراخ کنی نمیتونی با آسمان برسی انظر بلند تو یک انسان عاجزی حضرت امیر میفرماید که بیچاره انسان اولش نطفه و آخرش جیف است اولش نطفه مردار نجس و آخرش هم جیفه مردار یک جنازه مرداره و بین این دو تام انسان حامل نجاساته که انه اجل لکم الله دست شویه که انسان حامل نجاسته چیز دائمش داره که انسان خودش رو نسبت به دیگران بهتر بدانند بعض جا در کلماتشون وقت عصبانی میشه خیلی راحت به مردم فوش میدن مثلا میگن مثلا خودش رو برتر میدانه که او چی کاره من بهتر از اون لذا حضرت میفرماید که سومین صفت اینه که انسان متکبر باشد و کبر اعمال انسان رو باطل می جناب بله هم استفاده کردیم انشاءالله که بینندگان عزیز هم استفاده کرده باشم انشاءالله که خداوند ما را از اشخاص قرار بده که دور از تکبر باشیم دور از غیبت کردن مؤمنین باشیم بینندگان عزیز برنامه ما به نیمه برنامه میرسیم انشالله بعد از نیمه برنامه با ادامه بحثمان تاريخ خدمات الشموخ وخوان خاه الله اللهم اغفر لي الذنوب التي تهدي كل عصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب اذنبته وكل خطيئه أخطأتها شغت بشوارب اللهم اغفر أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرا بمين ببين سجل يوم اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع ام تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الاحوال متواضعا اللهم واسالك السؤال من اشتدت فاقته وانزل بك عند الشدائد حاجته وعظم في ما عندك رغبته في يا مكروك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم وأجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان سلام مجدد داریم خدمت همه شما بینندگان خوب و نازنین می پردازیم به ادامه بحثمان که استاد عزیزمان سه تا چهار تا از مواردی که مانع قبولی تاعت و عبادات ما توضیح داد و انشاءالله در خدمت استاد هستیم با ادامه بحث ما صفت بعدی که حضرت نبی مکرم اسلام صلی الله و آله در این روایت به عنوان مانع یا به عنوان عامل بطلان اعمال ما بیان میکند حضرت میفرماید که عجبه عجب یعنی که انسان خودش رو بزرگ ببینه خودش مثلا باعث بشه خوشحال بشه که من خیلی مؤمنم کمی اعمالی که انجام بده انشالله یه عملم قبول شده و مثلا ایمانش او رو بادار کنه که این مقداری مغرور به عملش شد و به تعبیر دیگر لذا هم روایت میفرمایید که نبی مکرم اسلام در زیل می روایت میگه که فرشته دیگری عمال رو میگره میره تا میره رسه با آسمان چهارم فرشته ها خوشحاله که اعمال زیادی داره نماد شب داره عشق بریم امام حسین داره کربلا داره چی داره چی داره الی آخر وقتی میرسه برمیگردن بریم بزنید به صورت صاحبش به پشت صاحبش بزنید چرا؟ من معمورم اعمالی که با عجب انجام بشه متواضعانه نباشد خاضعانه نباشه اجازه نمیدم از اینجا بالا برم هر کدوم نیاز به توضیح داره چون مجال زیادی نیست ما برای بینندگان محترم بیشتر باز کنیم ما فرستبار باید میکنیم که برسیم و یکی دیگری از صفاتی که نبی مکرم اسلام در این روایت بیان میکند به معاز حسده حسد در مقابل غبت است حسد اینه که انسان چشم دیدن یک نعمت رو برای یک مؤمن نداشته باشه در فکر این هم نیست که خودش داشته باشه فقط میخوای او نداشته باشه ما در روایت داریم که ان الحسد لا ياكل الايمان کما النار الحطب حسد چنان ایمان انسان را میسوزاند از بین میبرد همونطوری که آتش چوب را از بین میبرد و یکی یک تعبیر خصم زمان ظاهر این هم شاید امری باید باشه میگه حسد خیلی با انصاف اول صاحبش رو میکشه کسی که حسد چون آدم حسود آرامش نداره همیشه میسوزه همیشه ناراحته که چرا فلانی مثلا فلان خانه داره چرا فلانی علم داره چرا فلانی نعمت داره چرا فلانی فکر این نیست که خودش داشته باشه فقط میخواد او نداشته باشه رنج میبره همیشه لذا حسد آتش است که خود حسود را اول می سوزنه و ایمان انسان را تباه می و باعث میشه که اعمال انسان نابود بشه اعمال انسان بالا نره و روایت هم داره که نبی مکرم اسلام می فرماید عده از فرشته ها اعمال یک انسان را می گره می بره می بره تا می با آسمان پنجم توسط فرشته بر می گردن ببرید به صورت صاحبش بزنید من مأمورم اعمال انسان های حسود را اجازه ندم بالا بره ببینید شما اینا امراض در مقابلش غبت است غبت ها اینه که وقتی انسان میبینه یک مؤمن فلان نعمت رو داره یک مؤمن فرزندان خوب داره یک مؤمن پول خوب داره خانه خوبی داره آبروی خوب بین مردم داره مثلا یک نعمتی داره خوشحال بشه که خدای به منم بده این خوبه این خوبه این از این که او داره هم خوشحال میشه بعد اینکه برای خودش طلب می این میگه غبطه ای در مقابل حسد حسد نه حسد نه فقط نمیخواد او داشته باشه آره خودش داشته باشه داشته باشه چی فرق نمی یکی از مؤمنین صحبت می کرد یک زمان این چه این حالتی حسودانه ای داشتم بعد متوجه میشم خودی صحبت می کرد که من متوجه شدم که بعد باید کم کم یاد بگیرم میگه وقتی از خونه در میشودم می, می دیدم اطرافم هم همسایه‌هایم زندگی خوب خوشحال میشدم دعا می کردم خدای شکرت که به اینها دادی حمد خدا رو کم کم تمرین کردم تا اینکه خدا با باب رحمتش رو برای منم باز کرد لذا این بسیار مهمه که انسان بتانه صفتهای بد را از وجود خودش دور کنه و از خدا بخواهد آنچه که برای مؤمنین از خوبی ها نعمت ها دیده داده برای ما هم چی؟ انایت کنه برای ما بده لذا خب خیلی انسان های حسود در واقع زیان کاره هم تلاش کنه انسان عمل انجام ده هم عملش به جایی نرسه هم خودش نابود کنه خیلی بده و از خدا بخواهیم که این کار انشالله نشه و ما خودمون رو پاک کنیم و ویژگی دیگر رحم نکردن بر مؤمن بر مردم اعمال مردم میگه پیامبر گرامی اسلام میفرماید مده از فرشته ها اعمال انسان ها یک مؤمن رو بالا میبره یک کسی رو یک شخص میبره بالا از این نگهبان اول و دو دوم و سوم و چهارم و پنجم رد میشه تا میرسه به آسمان ششم میگه اونجا برمیگردن من مأمورم ببرید در صورت صاحبش بزنید چرا بخاطر این به خاطر این هیچ وقت بر مردم بر سختی های مردم رحم نکرد خدا به این داده بود کنارش همسایه فقیر بود هیچ وقت دست او رو نگرفت همسایه مریض داشت پول دارو و دکترش نداد هیچ وقت دست او رو نگرفت فلانی مشکل داشت مشکل خانوادگی داشت ای طرف میتونست بره حل کنه هیچ وقت نرفت رحم میکنه بر مؤمن تا نظام خانوادگی یک مؤمن حفظ شد فلانی جوانی گمراه داشتشان میتونست کمکش کنه دستش رو بگیره الى آخر به نحو حل مشکلات مردم باز کردن گره زندگی مردم در دست ای بود ولی ای بر مردم رحم نکرد در شرایط امروزی وضعیت مردم ما در افغانستان خیلی خرابه در اقتصادی بعضی ها مثلا چی؟ اجناس گرانتر میکنن مردم پول ده افغانی خرید نان نداره خب اینا اجناس دو برابر میکنه اینا از اون کسانی است که باید بداند اگر نمیداند که در روز قیامت باعث بطران اعمالش اینا اعمالشون بالا نمیره که از وضعیت فقر مردم و نداری مردم سو استفاده کنه و بدون جهت و علت به نحو سرساماور میای مثلا قیمت اجناس و مواد اولیه نیازهای اولیه زندگی مردم رو اینا بالا میبرن مردم محروم میشن مردم در بدر میشن لذا اگر به خاطر همین کار یک جوانی مثلا بخواید بخاطر همین که زنده بمونه بخواد مهاجرت کنه در مسیر را کشته بشه خونش به همین این آدم است این شک نکنیم چون اگر اینها گران مثلا نمییم که فقط این تمام یکی از کسانی که خونش به همیناست. همین کسانی که نرخ مواد را مواد غذایی مواد دن... مورد نیاز جامعه را بالا ببرد که مردم در میماند نمیتونه مجبور یک راهی را در پیش بگیره برای زنده ماندن اگر در این راه خطر آنها را تهدید کنه گناهش به گردن اینهاست باید رحم کنه بر وضعیت جامعه در ابعاد مختلف زندگی انسان خیلی ها نمی نمیدانن خیلی ها ظالما نمیدانن ظلم میکنن و خوشحالی که ایمان دارن نه ظلم با ایمان جمع نمیشه لذا به هر نحوی که هر کاری که از دست یک انسان برای برای حل زندگی برای حل مشکلات زندگی این مردم و مؤمنین و این کار را انجام نده این ظلم بر مردم حساب میشه و اگر اعمالش بالا ببره اون فرشته آسمانششون بر میبره ببره به صورت صاحبش بزنه که ای بر مردم رحم نمیکرد و آخرین قسمتش اینه که فرشته دیگر نبی مکرم اسلام میفرماید عملی را میبره که حج و چیه با از عمل نور بلنده الی آخر بسیار فرشته ها خوشحال که مؤمن چه عملی خوب انجام داد میبره میبره تا مرسه به آسمان هفتم فرشته بر میگردن به ببر به صورت صاحبش بزن چرا؟ میگه به خاطر این که ای برای غیر خدا این کار کرده برای غیر خدا برای اشخاص دیگر علم درس خوانده برای مجادله با علما برای که آبروی فلانی رو ببرن کار کرده مثلا برای فلانی چیز مثلا برای شهرت برای که در بین مردم خریدار داشته باشه جای پا داشته باشه الی آخره یک به هر نحوی این عملی که انجام داده عملش برای پروردگار عالم نبوده و من مأمورم عملی که برای خدا نباشه برگردم بله در دومین موارد فهم فرمودین که ما یک عمل رو انجام میدیم باعث قبولی عبادت نمیشه اینه که توقعی داشته باشیم اون شخص مقابل به ما یک کار انجام میده و در این مورد ما میبینیم که خیلی از جامعه رو موقعی می نگریم متوجه میشیم که افراد زیادی یعنی که کارهایی انجام میدن نیکی میکنن یا عبادت میکنن اینها فقط به خاطر اینکه بین جامعه یک مثلا جاپای پیدا بکنه برای خدا نیست جناب استاد برای ما توضیح نهایت بفرمایید چگونه یک شخص میتواند عبادت بکند یا کارهای خوب انجام میده که فقط و فقط برای خدا باشد یعنی غیر را کلا فراموش بکنه <علا> ما یک اعمال واجبی داریم که در قصد قربت شرطه مثل وضو و نماز و روزه و اینها که اگر قربت الله نباشه اصلا باطله یعنی گناه حرامه یک ده اعمالی داریم که قابلیت قصد قربت رو دارد قابلیت قصد قربت رو دارد مثلا میخوایم برای یک مؤمن یک کار انجام یک اطعام بکنیم یک مؤمن را این ما میتونیم برای رضای خدا انجام بدیم میتونیم برای رضای خدا انجام ندیم توجه داریم اگه ثواب میخوایم گیری ما بیایه باید برای رضای خدا باشه و یک بحث نسبتا مفصلیه حالا زیاد بیشتر وارد نشیم ولی آنچه که باعث بشه که ما بتانیم کارمان را برای رضای خدا انجام بدیم تمرین و ممارسته هر کار را که انجام بدیم ما خدا رو در نظر بگیریم ببینید. ببینید شما میشه بعض موارد مثل انسان بعض کارها انجام میده در قبالش پولم میگیره مثلا به عنوان مثلا کارگر ما رو کار میکنه خب پول میگیره ای از اون موارد خارجه همینم هم برای رضای خدا کار کنه خدا ای من برای رضای خدا میرم تلاش میکنم پول در بیارم بچه های با لقمه حلال بزرگ شوند ما در روایت داریم که القاد دل عیاله فی سبیل الله کسی که برای عیالش زحمت میکشد که اگر این را بیمار مثل مجاهد در راه خدا از دنیا رفته شهید در راه خدا از دنیا رفته اینا غیر از اون موارد نه این که انسان بعضی کارهای خیر رو انجام بده به نیت خرابکاری به نیت طمع به نیت شهرت بنيت مثلا کار از مثلا از حل کنه حق نداره میگم مثلا شبیه این چیزا اما نه یکی مطلق داد و ستد رو نمیگه مطلق معامله رو نمیگه ما متوجه باشیم ولی برای احیای روحیه توحید روحیه اخلاص که برای رضای خدا انجام بدیم تمرین ما ممارست لازمه خصوصا اموری که ثواب بر اون مترتب میشه انسان باید ببینه این ثواب فقط به دست پروردگار عالمه هیچ کار. مثلا کسی میخواد قرآن بخونه میخواد روزه ای بخونه میخواد خدمت به یک مؤمن کنه میخواد حج بره میخواد زیارت کنه میخواد به یک فقیر دستش بگیره ثواب میخواد باید قربتا الله باشه نه برای اینکه مثلا من این محل فقیر کارش حل میکنم تا اینو به من بده مثلا فقط به خاطر ای نه قربتا الاله الله باشه نه به خاطر اینکه اینو از من تعریف تمجید کنه بین مردم فقط نه خدای تو میبینی کافیه ولی مادر که زندگی ائمه معصومین علیهم السلام و حضرت امیر وقت نگاه کنیم همه کارش پنهانی انجام میدادن و گاهی هم اگه علنی بعضی انجام میده بنیت این که این کار رو ترویج کنه این خوبه اگر نفر علنی میره دست یک فقیر رو میگیره قربتا الی الله نیت که مردم او را ببینه بنیت شهرت بنیت مثلا اینکه ریا بنیت اینه که اگه مردم میخواد ببینه همین کار شهرت همین کار رایج شه بین مردم همین کار کم کم عادت شد و مردم هم بیاید دست فقط این خوبه چون نیتش خوبه نیتش چیه؟ نیتش احیای روحیه انفاق احیای روحیه دستگیری ترویج فرهنگ کمک کردن این خیلی عالیه ولی هم طرف علنی مورد دست در روز روشن حتی در مثلا بین مردم بین وانی، به بین دور فیلم برداری کنه هیچ از اینجا اما نه اینکه که بیاید دوربین ها بیا این فیلم برداری کنید مردم بین ببینید که من این کار میکنم تا مردم بگه فلانی چقدر مؤمنه این کار اگر بکنه باطله اما نه اگر بنیت ترویجی فرهنگی کمک کردن روحیه همکاری باشه خیلی خوبه این از جد عالیه <تصفح> لذا برای روحیه ایجادی یا به وجود آوردن روحیه اخلاص تمرین و ممارسه و دعا ما در تعقیبات نماز صبح میخوانیم اللهم در چی میرسیم که وجعل النور فی بسری والبصیرت فی دینی والیقین فی قلبی والاخلاص فی عملی خدای اخلاص در عمل برایم قرار بده و تعبیر دیگر هم این که انسان بخواهد عملا قربتا الى الله کار انجام بده و هم این که از خدا بخواهد خدا توفیق این عمل مخلص عمل خالص را برایش چی؟ عنایت کنه که با دقت فراوان دعای کومل را قرائت میکنیم و میخوانیم متوجه یک مطلب مهم میشیم و آن این که امیر المؤمنین در اول این که قبل از این که از خداوند تبارک و تعالی چیزی بخواهد استغفار میکنه سر این کار امیر المؤمنین چیست؟ قبل از طلب چیزی استغفار میکنه ببینید در رابطه با بحث استغفار قبلا مفصل بحث شده در جلسات مختلف در سبک دعای ائمه معصومین علیهم الصلاه و السلام ما اینو میبینیم که آنها بعد از حمد خدا استغفار میکنن اول حمد خدا رو به جا بعد استغفار میکنن بعد حوائجشون رو طلب میکنن اینجا محضرت حضرت اول خدا من از تو میخواهم انتحبلی فی هذه اللیل و فی هذه الساعه کل جرم را ببخش استغفار و کل دن و کل و کل جهل بعد حضرت امیر صلی الله علیه اینجا دعا میکنه از خدا میخواهد که پروردگار و از تو میخواهم و ان توفر حظ من کل خیر انزلت خدایا بهره مرا از هر چي خیره که تو نازل میکنی بیشتر کن سهمیه رو بیشتر کن خدایا او احسان فضلت یا احسانی که تو لطف میکنی او بر نشاط یا خوبی که تو منتشر میکنی بین مردم او رزق بسطت یا روزی که عنایت میکنی بعد او ذنب تغفر یا گناهانی که میبخشی یا خطایی را که میپوشانی خدا از من بیشتر خدا گناهانی من بیشتر ببخش عیب من عیوب بیشتر بپوشان روزی من بیشتر عنایت کن الی آخر این خواستهای حضرت دعای حضرت اما این بعد از استغفاره آدم که استغفار میکنه چون با گناه دعا مستجاب نمیشه قلوبی که در اون گناه و معصیت وجود داشته باشه نیت خود اینا مانع دیگه صفتهای های بده دیگه لذا ما در اول دعای کمیل هم میخوایم در انجام حالت اول استغفار میکنند در دعای عرفه دعای صحیفه سجادیه چون استغفار باعث میشه ما اول رحمت خدا را توجه خدا را غفران الهی را جلب کنیم لطف خدا را جلب کنیم تا گناهان ما رو ببخشه به تعبیر دیگر استغفار نوع معرفی کردنه اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت کل اسم خدای بعض گناه ها رو انجام دادم که پرده اسمت ما رو می داره اینا رو ببخش خدای من کسی هستم بعضی گناهان انجام دادم که دعای من مستجاب نمیشه بعضی گناهان انجام دادم که بلا موجب نزول بلا میشه بر من پروردگار من اینم خودم رو با تو معرفی میکنم به تعبیر دیگر میخواد که پرده از رازهای خودش پیش خود که همه چی برای خدا مشهود و واضحه اما ای بینان بنده خدای منم خودم رو معرفی میکنم من به تعبیر دیگر کسی نیستم که در مقابل تو ادعایی داشته باشم من یک بنده سرپا تقصیر و ظالم و مظلوم و خطا کار و, و معصیت کارم و این اقرار اقرار در محضر پروردگار عالم و همچنین طلب غفران خدای حل اینها به دست توست تو کریمی تو رحم، تو گناهان ما رو ببخش تو غفاری خداوان میبخشه استغفار به خاطر همین ما گفتیم استغفر ربکم در آیه قرآن در سوره نوح خداوند کریم میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم استغفر ربکم استغفار کنید چیکار میکنه یک انه کان غفارا اولین اثرش غفران زنوبه و در روایت هم داریم هر مرض دوایی داره و دوای گناه استغفاره یورسل السماء علیکم مدرارا باران رحم باران رحمت بر شما نازل میشه ادامه آیه از خدا به شما اولاد میده خدا به شما میوه میده خدا به شما رزخروزی میده خدا به شما نعمت هایش را این میکند پس اول استغفار کنید استغفر ربکم اول استغفار کنید خدا شما رو میبخشه یرسل السماء علیکم مدرارا باران نازل میشه و یمدیدکم به اموال و بنین خدا به شما فرزند میده خدا به شما اموال میده و یجعل جنات و یجعل انهارا خداوند نعمت را برای شما گسترش میده سفره رحمت و نعمت را پهن میکنه لذا اگر ائمه معصومین علیه مصطفی و سلام حضرت امیر اول استغفار میکنه بعد از خدا میخواهد سرش اینه که با استغفار درهای رحمت الهی انسان برای خودشان باز میکنن یا به تعبیر دیگر موانع رو برطرف میکنن اون وقت از خودم میخواهد و خداوند تبارک و تعالی هم طبق وعده ای که صریحا در آیات مختلف قرآن و در روایات داده حدیث قدسی و غیره اینه که خدام حاجت انسان رو برآورده میکنه بینندگان عزیز همونطور که مرایز استاد را شنیدین چقدر خوبه که ما یک شخصی را الگو برای خودمان قرار بدیم و چقدر خوبه که اون را هم به حرف هم به عمل الگو قرار بدیم همانطور که امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و را الگو قرار دادیم و امام خودمان دانستیم و قبول کردیم که ایشان در جایگاه امامت چقدر خوبه که در عمل هم مثل پیروی از آن حضرت بکنیم از هر جهت از عزیز امیدوارم که برنامه ما مورد پسند شما خوبان بوده باشد و فراموش نکنید که پول ارتباطی برنامه نور نورالهدا مثبت 964 780 255 40 13 است خیلی خوشحال میشیم اگر پیشنهاداتی داشته باشین که ما از پیشنهادات شما خوبان استفاده بکنیم شما را تا با همین جا به خداوند یکتا میسپاریم انشالله تا برنامه بعدی خداوند یار و شما. e